تصمیم عجیب یووه، تلاش برای جذب بنزما. فیرالدو رئال مادرید 1، دیویج سیتین به بارسا. جنوری جهنمی جاوی، سوپر جام مثل مرگ و زندگی. پنالتی های جنجالی بازی رئال و ویارئال اشتباه بودند. قرعه ساده بارسا و دشوار رئال در یک هشتم نهایی کوپا. صحبت های جاوی و سیمونه قبل از بازی اتلتیکو بارسا. بارز سلام و وقت بخیر. لایک این ویدیو کمک شایانی به ما خواهد کرد تا بیشتر دیده شویم. مطمئنن برای شما هیچ هزینه ای نخواهد داشت. لطفاً این ویدیو را لایک کنید. در صورت رضایت هم میتوانید از به کانال ما شوید تا ویدیوهای بعدی ما را هم دریافت کنید. یوونتوس 1 اودینزه 0، بیان کنونی توقف ناپذیر شده است. یوونتوس در هفته 17 سری آ در خانه خود به مساف اودینزه رفت و موفق شد تیم را با نتیجه 1-0 شکست دهد و هشتمین پیروزی پیاپی خود در سری آ را ثبت کند. و اما اینتر که امشب مهمانی مونزا بود نتوانست از سد این تیم بگذرد و با نتیجه 2-2 متوقف شد. این بهترین نتیجه برای میلان و یوونتوس بود. اینتر با دریافت گل در دقیقه 93 به تساوی 2-2 مقابل مونزا بسنده کرد. اینتر میلان در یک از دیدارهای هفته 17 سری آ امشب در خانه مونزا به میدان رفت. شاگردان اینزاگی تا پایان 90 دقیقه با نتیجه 2-1 از حریف پیش بودند، اما در دقیقه 93 گل تساوی را خوردند تا با یک امتیاز راهی خانه شوند. و ما در سوی دیگر از جام حذفی انگلیس لیورپول و وولز مقابل هم قرار گرفتند که این بازی جذاب و هیجان انگیز با نتیجه 2-2 به پایان رسید. در این دیدار پرگل و پرحادثه هر دو تیم برای دقایق اثرف پیش افتاده بودند، اما در نهایت به تساوی رضایت دادند تا تکلیف تیم صعود کننده به مرحله بعد در دیدار تکرار مشخص شود. همار خیره کننده یونایتد بدون رونالدو. برخلاف انتظارات، خروج رونالدو از اولترافورد نه تنها به ضرر تنهاگ و تیمش نشده، بلکه منچستر را به بهترین فرم خود از ابتدای فصل رسانده است. پروسه اختلاف رونالدو با تنهاگ فصل قرارداد با شیاطین سرخ و پیوستن به النصر عربستان مهمترین خبر دنیای فوتبال قبل و بعد از جام جهانی قطر بود. فوق ستاره تکرار نشدن این رشته بعد از اختلاف نظر با تنهاگ و مشکلات گه و بیگه با این سرمربی هلندی، سرانجام بعد از بازی برابر استون ویلا در لیگ برتر تصمیمش به جدایی از منچستر را گرفت و در نهایت از این باشگاه جدا شد. با این حال، منچستر یونایتد بعد از خروج رونالدو از ترکیب تیمش نه تنها با بحران مواجه نشده است، بلکه از نظر امتیازی و عملکرد در بهترین فرم خود از ابتدای فصل قرار گرفته است. از زمان خروج رونالدو از تفکرات تنهاگ و باشگاه، منچستر یونایتد 6 مسابقه رسمی شامل 2 بازی قبل از جام جهانی و 4 مسابقه بعد از جام جهانی انجام داده و آمار خیره کننده از خود بر جای گذاشته است. صحبت های جاوی و سیمونه قبل از بازی اتلتیکو بارسا. دیگو سیمونه تاکید کرد که با لینل مسی بارسا تیم خطرناکتر بود و همواره در بازی های شانس اولی پیروزی محسوب می شد. امشب در ورزشگاه متروپولیتانو اتلتیکو مادرید از هفته 16 لالیگا میزبان بارسلونا است. اتلتیکو با 27 امتیاز در رده 4 قرار دارد و بارسلونا با 11 امتیاز بیشتر صدرنشین است. اتلتیکو اگر میخواهد همچنان شانسی برای قهرمانی داشته باشد، باید از این بازی دست پر خارج شود. مربی اتلتیکو در نشست خبر این بازی گفت: از زمانی که مربی اتلتیکو هستم، هر بازی برای من مثل یک فینال و بسیار مهم است. برابر بارسا نیز شرایط یکسان است و برابر هوا دنبال پیروزی هستیم. سیمونه در پاسخ به این سوال که بارسا بدون لیلن مسی به ترسناکی گذشته نیست گفت: مسی در هر تیمی که باشد در آن تعیین کننده است. حالا میخواهد تیم ملی آرژانتین باشد یا بارسا و پی اس جی. بازیکن با خصوصیات فنی مسی باعث میشود شانسی پیروزی بیشتر داشته باشید. و ما در سوی دیگر، ژاوی میگوید پیروزی بر اتلتیکو یک ضربه شست محکم برای حریفان هست. ژاوی هرناندز بازی فردا برابر اتلتیکو را تعیین کننده قهرمانی نمیداند، ولی معتقد است کسب پیروزی در متروپولیتانو هشداری به تمام رقبا خواهد بود. قرعه ساده بارسا و دشوار رئال در یک هشتم نهایی کوپا. در یک هشتم نهایی کوپا دل ری، بارسا با مساف تیم دسته سومی سئوتا می رود و رئال مهمان ویارئال خواهد بود.
با اتمام دور 16 نهایی کوپا دل ری چهره 16 تیم را یافته به دور 18 نهایی مشخص شد. فروز گذشته در فدراسیون فوتبال اسپانیا قرعه کشی این مرحله به انجام رسید. مرحله 18 نهایی نیز به شکل تک حذفی خواهد بود و تیم های دسته پایین میزبان هستند. سه شنبه و چهارشنبه هفته بعد بازی های 18 نهایی برگزار خواهند شد. قرعه کشی به شکل زیر هست. سوتا، بارسلونا، لوانته، اتلتیکو، مادرید، خیخون، والنسیا، آلاوس، سویا، بتوس، اوساسونا، ویرال، رئال مادرید، سوسیداد، مایورکا، بلباو و اسپانیول. پنالتی های جنجالی بازی رئال و ویرال اشتباه بودند. کارشناس داوری مارکا میگوید سزار سوتا، داور دیدار رئال مادرید و ویارال، دو اشتباه تاثیرگذار در نتیجه بازی داشته است. رئال مادرید امشب در هفته 16 لالیگا در یک بازی خارج از خانه به مساف ویارال رفت و با نتیجه 2-1 شکست خورد. دو گل از 3 گل این بازی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید که یک پنالتی سهم رئال و یک پنالتی هم سهم ویارال بود. پرز برول، کارشناس داوری روزنامه مارکا، در بررسی عملکرد داور مسابقه معتقد است سزار سوتا دو اشتباه تاثیرگذار در نتیجه بازی داشته است. پنالتی اعلام شده به سود رئال مادرید اشتباه بود. در دقیقه 59 سزار سوتا در سوت خود دمید و به نفع رئال مادرید اعلام پنالتی کرد. بازیکنان ویرال به این تصمیم به شدت اعتراض داشتند. کارشناس مارکا در این باره گفت در حالی که فویت در حالی دویدن هست و به دستش برخورد میکند، داور نمیتواند سود بزند چون این برخورد هیچ تأثیری در جریان بازی ندارد. تصمیم داور درباره اعلام پنالتی به سود ویارال هم اشتباه بود. 3 دقیقه بعد سزار سوتا بار دیگر نقطه پنالتی را نشان داد، اما این بار به سود ویارال. کارشناس داوری مارکا درباره این صحنه گفت این پنالتی نیست. حالا با به تعادل می شود و دستش به توپ برخورد می کند. ولی نظرم این است که اگر داور صحنه اول را پنالتی گرفت، باید این را هم پنالتی بگیرد. ولی هیچ کدام از این دو صحنه پنالتی نبودند. جنوری جهنمی ژاوی، سوپر جام مثل مرگ و زندگی. اولین جام ژاوی یا ادامه یک کابوس. بارسلونا با ژاوی بازی های مهم و دشواری را در ماه جنوری پیش رو دارد و بدون شک سوپر جام مهمترین چالش برای آبی و اناری ها خواهد بود. سوپر جام اسپانیا دیگر یک تورنمنت تابستانی معمولی نیست و به یک رویداد مهم در تقویم فوتبال اسپانیا تبدیل شده است. با تغییر شکل سوپر جام اسپانیا، حالا این تورنمنت به محل برای ابراز قدرت و شایستگی تیم های شرکت کننده تبدیل شده است و قهرمانی در آن چه به لحاظ مالی و چه ورزشی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اهمیت سوپر جام برای بارسای ژاوی. از چهارشنبه پیش رو در ریاض سوپر جام اسپانیا شروع خواهد شد. رئال برابر والنسیا قرار میگیرد و بارسا هم باید به مساف بتیس برود. اینجا برای بارسا اهمیت دوچندان دارد. بارسا باز هم در لیگ قهرمانان ناکام مانده و باید در لیگ اروپا به میدان برود، ولی این بار در لالیگا شرایط بهتری دارد و فعلا صدرنشین هست. هر نتیجه غیر از قهرمانی شرایط بارسا را دشوار خواهد کرد. بارسا در دو بازی اخیر برابر اسپانیول و اینترسیتی نتوانست در حد انتظارات کار کند و فردا هم باید در دیدار دشوار برابر اتلتیکو قرار بگیرد. برای بارسا اهمیت فتح سوپر جام بسیار بالاست و این میتواند سرنوشت آینده ژاوی را نیز تحت شعاع قرار دهد. یا ژاوی اولین جام خود به عنوان مربی را برای بارسا کسب میکند، یا باید منتظر فضای بحرانی در هفته های پیش رو باشد. تصمیم عجیب یووه، تلاش برای جذب بنزما. یوونتوس امیدوار است که بتواند کریم بنزما، ستاره فرانسوی رئال مادرید، را در تابستان آینده به خدمت بگیرد. قرارداد بنزما با رئال مادرید در پایان فصل جاری به اتمام میرسد و او هنوز قرارداد جدید را با این باشگاه به امضا نرسانده است. بر اساس قوانین اروپا این بازیکن فرانسوی در حال حاضر و با توجه به اینکه وارد 6 ماه پایانی قراردادش با رئال مادرید شده، اجازه دارد که با دیگر باشگاه‌ها خارج از لالیگا وارد مذاکره شود. در حالی که بسیار از رسانه‌های اسپانیایی پیش از این خبر داده بودند که مشکلی برای تمدید قرارداد او با رئال مادرید وجود ندارد و رابطه این مهاجم با مدیران این باشگاه بسیار خوب است، اما به نظر میرسد که یوونتوس قصد دارد شانس خودش را برای به خدمت گرفتن او امتحان کند. کالچو مرکاتو مدعی شده است که مدیران یوونتوس قصد دارند دست به اقدام عجیب بزنند و پیشنهادی را به بنزما برای پیوستن به این باشگاه در تابستان سال آینده ارائه کنند. این در حالی است که بسیار از رسانه‌های فرانسوی و ایتالیایی از احتمال حضور زیندون زیدان روی نیمکت یوونتوس در فصل آینده خبر داده بودند و علاقه این مربی سابق رئال مادرید به بنزما بر هیچ کس پوشیده نیست. حضور زیدان روی نیمکت یوونتوس ممکن است شانس این باشگاه برای جذب این ستاره رئال را افزایش دهد، اما همچنان اولویت اصلی او ادامه حضور در این باشگاه اسپانیایی است.